یک دختر از طریق مصطفی اسم فاطمه گلو شنیده، بعدش هم کنجکاو شده بدون اون کی، بعدم افتاده دنبالتون. اون وقت تو هم تصادفی قاطی این ماجرا شدی. عجیبه. یه بار بهم گفت رفته دختری که عشقش دوستش داره رو ببینه، دختره رو پیدا کرده و باهاش حرف زد و اینا. پس دختره همه چی رو بهت گفته بوده که؟ من باورم نمیشه اینا همش تصادفی بوده باشه. 100% کاسه ای زیرین کاسه. چی میگی تو؟ چی مثلا؟ نمیدونم. شاید دختره برای دفاع از مصطفی دروغ گفته. شایدم این یارو داره هممونو بازی میده، ها؟ یا اینکه واسه فاطمه گل تله گذاشته و... نه، فکر نمی‌کنم اینقدر بی شرف باشه که زنی رو که دوست داره دو دستی تقدیم کنه به مردای دیگه. اگه بخواد انتقامم بگیره یه جور دیگه انتقام میگیره. حرفای دختره به اندازه این مسخره است که نمیتونه دروغ باشه. مصطفی هم که زیر دستمونه، پس چاره ای جز باور کردن نداریم. انقدر فکر کردی کچل شدی. این واسهتون درس عبرت بشه تا دیگه با هر کسی صمیمی نشین. شما خیلی باید مراقب باشین، حداقل تا وقتی که فراموش بشه. تو همون زنه رو تحت کنترلت بگیر. نمیشه کارای مقدس رو پیش بینی کرد. از همه خطرناکتر اونه. دیدیم دیگه. تو اولین فرصت تهدیدمون کرد، به هیچی جز پول فکر نمی‌کنه. با تو هم کریم، مواظب اون زنه باش. اون زنه اصلا برای من مهم نیست. تنها چیزی که الان برام مهمه اینه که فاطمه گل برگرده خونه. بعدش دیگه هیچ کدومتون رو نمی‌خوام ببینم. از همتون متنفرم، از همتون. تو چه مرگته؟ مگه ما فاطمه گل رو دزدیدیم؟ دیگه اسم اونو به زبونت نیاری. ای آروم باشی. منو باش، مثل اینکه تو جریان رو اشتباه گرفتی. تو چرا سر ما داد میزنی؟ ما هیچ کاری با زن تو نکردیم. در ضمن بعدن زن تو شد. به خدا میکشمت. خب بکش. بکش، یالا بکش. کریم. اسمشو به زبونت نیاری. اسم اونو به زبون کثیفتون نیارین و الا همه تونو میکشم. آروم باش پسر، آروم. راحتمون بذارین، راحتمون بذارین. ما رو به لجنتون آغشته نکنین. بابا این رسما روانی عقلشو از دست داده. خودت تحریکش کردی. اون زن کریمه، چرا نمیفهمین اینو؟ همه ی اینا تقصیر توه. نتونستی جلوی دهنتو بگیری. اینم اینطوری شاخ شد واسمون. یالا بیاین بریم. ببینم تو چیزیت نشده چیزی. بیا بوده دیگه. این مرتی کم گیر داده به من. معلوم بود آخرش اینطوری منفجر میشه. پس چرا تحریکش میکنی؟ برو بابا تو زر نزن.